استاندارد شفافیت مجلس ها در جهان. یکی از جنبه‌های مهم شفافیت در مجلس، سهولت دسترسی مردم به اطلاعات است. یعنی مردم برای اینکه بتونن افراد بهتری رو انتخاب کنن و یا نظارت بهتری بر نماینده‌هاشون داشته باشن، باید از وضعیت حضور و غیاب‌ها، درآمدها، هدایای دریافتی، نحوه رأی دادن و سایر فعالیت‌های نماینده‌شون آگاه باشن. مثلا تو آمریکا اطلاعات تمام سیاستمدارها و نماینده‌ها توی سایت ووت اسمارت موجوده و از این طریق مردم میتونن موضع‌گیری نماینده‌ها رو توی تمام مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کنن یا حتی ببینن که نماینده مورد نظرشون قبلا به چه مصوبه‌های رأی مثبت یا منفی داده و بر اساس این اطلاعات به افراد رأی بدن. یا به عنوان مثال توی سایت پولیتیکال گالکسی که به کهکشان سیاست شناخته میشه، اطلاعات تمام سیاستمدارها به تفکیک موضوع گذاشته شده. در حال حاضر 40489 سیاستمدار اطلاعاتشون در دسترس عموم مردم قرار گرفته که حدوداً 2 میلیون رأی و 250,000 موضع‌گیری و نزدیک به 1.5 میلیون سخنرانی، اون هم با تفکیک موضوعی و به صورت شفاف ارائه شده. از دیگر سایت‌هایی که مسئولیت شفاف سازی رو بر عهده دارن، میشه به سایت گافترک اشاره کرد. تو این سایت تمام اطلاعات مربوط به نماینده‌ها از جمله حضور و غیاب، موضع‌گیری‌ها، رأی‌ها، ارائه طرح‌ها و لوایح موجوده و مردم علاوه بر مشاهده میتونن در مورد این طرح‌ها اعلام نظر کنن. مثلا از صفحه اطلاعاتی آقای چاک شومر میشه فهمید که ایشون از سال 1981 نماینده مجلس آمریکا بوده و از سال 1999 تا 2016 به عضویت سنا در اومده. یا آقای باب مندز از سال 1999 تا سال 2015 283 طرح ارائه داده و از 5383 رأی موجود فقط در 53 رأی شرکت نکرده که این نشون از حضور فعالش تو مجلس داره. این مسئله به اندازه‌ای جدیه که اگه اطلاعات کسی تو این سایت‌ها و سایت مجلس نباشه، معلومه که یه جای کار خلاف قوانین عمل کرده و از افشای اون احساس خطر می‌کنه. در سال 1782 در کشور آمریکا قانونی تصویب شد به نام Federal Government of the United States که زمینه‌ساز ایجاد نهاد فک شد. بر اساس این قانون تمام سیاستمدارهای آمریکا موظفند دخل و خرجاشون رو به نهاد فک گزارش کنند. اونا حتی هدایایی که دریافت میکنن رو هم باید ثبت کنن و این در زمینه اختلاس یه خودکنترلی به وجود میاره و نماینده به خودش اجازه قانون شکنی نمیده. مثلا دانشگاه کالیفرنیا چیزی حدود 1,350,000 دلار برای حمایت از اوباما هزینه کرده، یا شرکت مایکروسافت در مجموع از 26 دموکرات و 33 جمهوری‌خواه حمایت مالی کرده که به صورت کاملا شفاف در اختیار مردم گذاشته شده. توی مسئله شفافیت کشورهایی مثل ایتالیا، استرالیا، روسیه، آلمان، نیوزلند، تونس، بحرین، عراق، هندوستان، گرجستان، یونان و کنیا هم نسبت به ایران پیشقدمند. در کشور فرانسه مشروحات مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر میشه. توی اتریش خلاصه مشارکت نمایندگان در مجلس در دفتر خدمات نشر پارلمان منتشر میشه. در کرواسی رأی گیری ها از طریق شبکه تلویزیونی یا سایت و به صورت اینترنتی مخابره میشه و در قبرس هم جلسات صحنه علنی به روی مردم بازه. اما توی ایران سازوکاری برای اطلاع از عملکرد نماینده ها وجود نداره. از نظر سازمان بین المللی شفافیت، ایران در سال 2018 از بین 176 کشور دنیا رتبه 138 رو تو مسئله شفافیت پیدا کرده. این سازمان به هر کشوری یه نمره شفافیت میده. نمره 100 به این معنیه که اون کشور از فساد کاملا دوره و نمره 0 به این معنیه که اون کشور خیلی درگیر فساد شده. نمره ایران در سال 2018 به عدد 28 رسیده و این یعنی شفافیت ما خیلی پایین تر از کشورهای منطقه‌ای مثل الجزایر، مصر، بحرین، عربستان، عمان، قطر، امارات و غیره است. ما نمیتونیم بفهمیم توی کمیسیون چه کسی مشارکت میکنه. نمیتونیم بفهمیم تفکر منتخب ما توی مجلس مطابق شعارها و تبلیغاتش موقع انتخابات بوده یا نه. نمیتونیم بفهمیم موقع استیضاح لابیگری شکل میگیره یا نه. توی ایران پیشنهاد طرح، حضور و غیاب توی کمیسیون، مذاکرات کمیسیون، رأی به طرح کمیسیون، مشروع مذاکرات و همه غیر شفافن. و این دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه ندونیم منتخب ما توی مجلس بر اساس چیزی که ما میخوایم رأی میده یا منافع خودش.
مردم ایران برای انتخاب بهتر نیاز به سازوکاری دارن که بدونن نماینده در طول مدت خدمتش چه طرحهایی رو ارائه داده، چه موضع‌های سیاسی داشته و یا حضور و غیابش توی مجلس به چه صورت بوده. و این سازوکار فقط و فقط با مطالبه همگانی و پیوسته خود مردم از مجلس و نماینده ها ایجاد میشه. مطالبه ای که باید تا روز تصویب قانون شفافیت ادامه داشته باشه تا بتونیم در کنار هم ریشه های فساد و نفاق رو از بین ببریم.